استفان دوجاری که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک به خبرنگاران گفت بر اساس آماری که سازمان یونیسف اعلام کرده است از ابتدای سال جاری تا کنون دست کم دویز کودک در طول مسیر مهاجرت پرخطر از شمال آفریقا به ایتالیا در آبهای دریای مدیترانه غرق شدند به عبارتی به طور میانگین هر روز بیش از یک کودک در این مسیر کشته شده است تجاری تصریح کرد آمارها و اطلاعات سال 2017 نشان می دهند که تعداد مهاجران و پناهجویان از جمله کودکانی که این مسیر خطرناک را به سمت اروپا طی می کنند با وجود خطرهای پنهان و پیدای این سفر افزایش یافته است. از ابتدای سال 2017 میلادی تا 23 ماه می جاری بیش از 45 هزار آواره و پناهجو از طریق دریا خود را به ایتالیا رسانده اند و این بدان معناست که آمار مهاجرت در مقایسه با سال گذشته 44 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر 5500 کودک بدون خانواده در میان پناهجویان هستند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد تشریح کرد که یونیسف از سران هفت کشور صنعتی بزرگ خواسته است برای حمایت از کودکان پناهجو در مقابل سوء استفاده و خشونت تدابیر عملی بیاندیشند و به بازداشت کودکانی که سعی دارند خود را به مراکز نگهداری از پناهجویان برسانند پایان دهند چرا که ماندن این کودکان در کنار خانواده بهترین راه حمایت از آنهاست شاین ذکر است مسائل مربوط به مهاجرت در صدر اولویت‌های کنفرانس سران هفت کشور صنعتی بزرگ شامل آمریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، فرانسه، کانادا و انگلیس در جزیره سیسیل ایتالیا بوده است.